بینندگان گرامی برنامه تیک تاک، خدمت همه شما در هر کجا که هستید سلام عرض میکنم. انشاءالله که حالتون خوب باشه و آماده باشید که برنامه امروز ما رو ببینید. موضوعی که امروز به اون میپردازیم مربوط میشه به رابطه رژیم آخوندی و اروپا بر سر برجام و به اصطلاح همون سازوکار اروپا. در حالی که رژیم و مشخصا دولت روحانی تمام امید خودشون رو در این مرحله به اروپا دوختن، اما به نظر میرسه که اروپا بیش از پیش از رژیم و توقعات اون در مورد برجام داره فاصله میگیره. ابتدا گزارشی رو در این باره میبینید. حبیبی سردمدار باند مؤتلفه طی اظهاراتی که در کیهان به چاپ رسیده، فرصت سوزی اروپا در عمل به تعهدات خود به برجام پس از 7 ماه را اظهر من الشمس دانست و با اشاره به آنچه که آن را بدعهدی آمریکا و اروپا در برجام توصیف می‌کرد گفت امید بستن به آنها برای گشایش در تحریم‌ها یک تصور باطل است. محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران حزب مؤتلفه سخن می‌گفت اظهار داشت با کنایه به دولت روحانی گفت هشدار رهبری به کسانی که دل در گروه سازش دارند یا احتمال می‌دهند می‌شود با آمریکا گفتگو کرد و آنها را سر عقل آورد جدی است. وی به سخنان اخیر وزیر خارجه آمریکا اشاره کرد و افزود آمریکایی‌ها فقط به براندازی نظام فکر می‌کنند. موضوع گفتگو در مورد تحریم‌ها، مذاکره موشکی و حقوق بشر فقط بسترسازی برای براندازی است. بدون جدیت ما در خروج از برجام، تعهدات اروپا عملی نخواهد شد. به اظهارات فؤاد ایزدی از مهره‌های باند خامنه‌ای اشاره کرده و می‌نویسد تنها اهرم فشار در مقابل غربی‌ها خروج از برجام است. ولی ما متاسفانه هیچ وقت از این فرصت استفاده نکردیم. نکته هم که وجود دارد این است که آنها تصور می‌کنند ایران تحت هر شرایطی با اروپا یا بدون آنها در برجام ادامه خواهد داد، که متاسفانه این ذهنیت ناشی از اظهارات نسنجیده برخی از مسئولین دولتی است. ایزدی افزود متاسفانه در داخل کشور عده‌ای پیام‌هایی را مبنی بر برجام 2 و 3 مطرح می‌کنند، یعنی اینکه دوباره با غربی ها مذاکره کنیم با وجود اینکه غربی ها اعتقادی به مذاکره ندارند و به دنبال امتیاز گرفتن از ایران هستند و ایران را محتاج مذاکره می دانند، لذا به هر اقدامی که می خواهند دست می زنند. در همین حال روزنامه وطن امروز طی گفتگوی با زهره بند از مهره های باند خامنه ای و سفیر پیشین رژیم در ایتالیا با اشاره به خلف وعده اروپایی ها در ارائه تضمین به رژیم برای حفظ برجام و سکوت عجیب وزارت خارجه رژیم اشاره کرده و تحت عنوان 13 آبان رفت، بسته اروپا نیامد، سرفصل‌های مختلف آنچه که آن را خلف وعده اروپا و سکوت وزارت خارجه توصیف کرده را به این ترتیب برشمرده است. حسن روحانی روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت در گفتگوی تلویزیونی گفت به وزارت امور خارجه دستور دادم ظرف هفته‌های آینده با 5 کشور مذاکرات را ادامه دهد. اگر به این نتیجه رسیدیم با همه این کشورها به نتایج برجام می‌رسیم، به رغم خواسته آمریکا برجام پایدار می‌ماند، اما اگر ببینیم منافع ما تضمین نمی‌شود تصمیمات نظام را اعلام می‌کنم. روحانی در 23 اردیبهشت در تماس تلفنی ترزا می نخست وزیر بریتانیا گفت زمان اروپا محدود است. ظریف در 24 اردیبهشت اروپا 2 ماه فرصت دارد. عراقچی 2 تیر امیدواریم تا آخر ماه بسته اروپا تحویل شود. ظریف 29 تیر بسته اروپایی رضایت بخش نیست. عراقچی 1 مرداد منتظر راه حل‌های عملیاتی اروپا هستیم. عراقچی 13 شهریور اروپا تا 13 آبان وقت دارد و بعد از آن فایده‌ای ندارد. ظریف 7 آبان سازوکارهای اروپا همین چند روز عملیاتی می شود. وطن امروز در ادامه این مطلب اظهارات زهره بند سفیر پیشین ایران در ایتالیا در گفتگو با وطن امروز را درج کرده و نوشته اروپا مجانی سوار گاری برجام شده است. ابوالفضل زهره بند درباره بدعهدی مکرر اروپایی ها در قبال رژیم و گذشت بیش از 1 هفته از زمان نهایی آنها برای ارائه راهکارهای اجرایی بسته پیشنهادی می گوید اروپایی ها در موضوع برجام یک فرصت طلایی به دست آوردند، روی آن سوار شدند و از امتیازات آن بهره بردند. زهره بند افزود ما برای اینکه از این مهلکه خارج شویم و بیش از این زمان را از دست ندهیم
و افکار عمومی را نیز از این حیرت خارج کنیم، لازم است مسیر انقلابی خود را طی کنیم. وی تاکید کرد ما باید امیدمان را از اروپا و این فکر که از دیگ اروپا چیزی گرم شود قطع کنیم و به ساختارهای ناکارآمد داخلی خودمان بپردازیم. زهروند با بیان اینکه اوباما و اروپایی‌ها برجام را در سایه شکل دهی به یک اجماع جهانی علیه ما تحمیل کردند، تصریح کرد آنها ما را به عنوان یک تهدید معتبر نشان دادند و در جریان مذاکرات انعطافی که رخ داد به جای اینکه قهرمانانه باشد به آن وضع ذلیلانه بود. در حقیقت نرمش قهرمانانه اتفاق نیفتاد که بخواهند به آنها یک فن دیگری بزنند و این عرصه را نداشتند و در نهایت با ویلچر از صحنه بیرون آمدند. خب این گزارش رو دیدیم. الان جای این سوال هستش که بالاخره چشمانداز بسته اروپایی یا به قول خودشون سازوکار اروپا چه خواهد شد و آیا چیزی به اصطلاح دست رژیم رو میگیره و آیا این بسته اروپایی رژیم رو از وضعیت خفگی اقتصادی که به اون دوچار هست رها میکنه یا نه؟ برای پاسخ به این سوالات گفتگوی ترتیب دادیم با خسرو شکراللهی. با عرض سلام به شما و تشکر ازتون. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز سیمای آزادی. بله. الان از اردیبهشت ماه یک ماه هست که آمریکا از برجام خارج شده و الان به اصطلاح خیلی حول این صحبت میشه که رژیم میخواد با استفاده از همین بسته اروپایی به اصطلاح از مواهب اقتصادی برجام بهره مند بشه و یکی از موضوعات مخاصمات درونی رژیم هم هست این مدت. الان آخرین وضعیت در رابطه با رژیم اروپا حول این موضوع چی هست؟ قبل از اینکه وقتی که زمزمه خروج آمریکا از برجام بود یادمون هست که خامنه ای تهدید میکرد که اگر آمریکا برجام رو پاره بکنه ما برجام رو آتش میزنیم. درسته. و از این ادعا که واسه مسخره هم شده بود. درسته. یعنی همه گفتن چرا آتش نمیزنیم؟ چرا آتش؟ بله. و وقتی که آمریکا خارج شد رژیم این تبلیغات رو راه انداخت که بله ما با برجام اروپایی مسئله مون رو حل میکنیم و برای همه هم اصلا ما خارج نشدیم از برجام. بله. چون با برجام اروپایی حل میشه مسائل. و این که مثلا حتی روحانی با توپ پر تشهر میداد که این برجام اروپایی باید به صورت فروش آزاد نفت رو در نظر بگیره، تبادلات بانکی ما رو در نظر بگیره، داد و ستدمون همه چیزمون رو باید حل بکنه و کویا که مثلا حالا اروپا یک دینی داشت که باید به رژیم میپرداخت و اروپا نیازمند بود و چند هفته هم بیشتر فرصت نمیدیم. حتی خامنه ای وارد میشد و میگفت نه اصلا شما تضمین بگیرید، همینطور حرفشون قبول نکنید، باید تضمین از اروپایی ها بگیرید. خب این چند هفته تمام شد، تبدیل شد، بعد شما گفتن دو ماه فرصت میدیم، تبدیل شد به دو ماه. بعدش هیچ خبری نشد. اون وقت اروپا بسته یک همون موقع گفتن یک بسته اروپایی، یعنی تحریم‌های دور اول هم آغاز شد، خبری نشد و گفتن ما بسته اروپایی داریم و هیچ وقت نگفتن که این بسته اروپایی چیه داخلش. بله. چه بسته ایه که این ور اون ور میگفتن. حتی یه بار روحانی ما گفت نه این بسته اروپایی همه انتظارات ما رو برآورده نمی‌کنه و بازم از این تو بتشهرها بازم هیچ خبری نشد و روحانی زیر فشار باند دلواپسان کماکان بود. حتی خود خامنه ای اومد جلو خود روحانی و بقیه بهش توپا تشر میزد که خب فقط حرف و چیز، باید یه چیز عملی بکنی، فقط با ادعا اینا که حل نمیشه. از این کوتاه اومدن و روحانی میگفت که نه اینا اصلا شاهکار سیاسی زده اروپا، یعنی اون بسته و اینا، میگه نه اصلا همین که جلو آمریکا وایساده و اونم از برجام خارج نشده و گفته برجام باید ادامه پیدا کنه یک شاهکار سیاسیه و این دستاورد ماست. نه. و این وسط هم از اون بسته اروپایی اینا یک 18 میلیون دلار که تازه اونم با رژیم ندادن، ریختن توی حسابی و گفتن که باید از این حساب تحت نظر خود ما ورداری و ببینیم خرج چی میکنی. نه. که بیشتر خرج انسان دوستان، که حتی خود باندای رژیم میگفتن که با اینکه تحقیر جمهوری اسلامی شد، اینکه تحقیر ما شده اینا. و حالا هم ببینید وضعیت از این قراره، این کاملا یک بازی و یک نمایش تبلیغاتی که رژیم آخوندی حول این برجام اروپایی علم کرده و داره این رو پیش میبره. پس حالا این سازوکار اروپایی، سازوکار اروپا که به اصطلاح اینقدر ازش دم میزنن و گفتن تصویبم شده و منتظر اجراش هم هستن، حالا منتظر اجراش هم. این چی شد؟
ببینید این باز هم این یک راهکاری در آورده بودند که مثلا یک صندوق یک سازوکاری داشته باشن که بتونن خارج از اون چرخه بانکی و دلار و اینها مثلا در یک جایی با اروپا یک تبادل داشته باشن یا یک موافقت هایی میگفتن کردیم و میگفتن 13 آبان که تحریم ها اومد گفتن ما این قبلش که حرف بود این آوردن روی کاغذ ولی هیچ وقت به صحنه عمل هم الان نرسیده از شروع تحریما دور دوم تحریما تا حالا و اصلا میگن که کشورهای اروپایی اصلا قبول نمی کنن که دفتر چنین سازوکاری رو توی کشورشون دایر بکنن چون که این میشه نقض تحریمای آمریکا و نمیخوان با آمریکا در بودن اصلا کشوری که یک همچین سازوکاری رو بخواد توی خاک خودش دایر بکنه نبود همین امروز این سردمدار باند مؤتلفه حبیبی نوشته که حرف جالبه میگه فرصت سوزی اروپایی اثر من از شمس است نمیگه اروپا تا حالا فرصت رو سوزونده و هشدار رهبری به کسانی که دل در گروه سازش دارند یا احتمال میدهند میشود با آمریکا گفتگو کرد و آنها را سر عقل آورد این جدی است یعنی میگه هم بهتون جدی داریم هشدار داده خامنه ای هم اینکه میگه خیلی معلومه که از این بسته اروپایی چیزی سازوکار چیزی در نمیاد بله بنابراین این هیچ کاری هم برای لغو تحریم ها صورت نگرفته هر چی بوده تا حالا هر چی که عرض کردم یا روی کاغذ بوده یا چیزهای خیلی خوردریزی که اصلا قابل در این وانفسایی که رژیم و این بحرانی که رژیم باش روی رو است به لحاظ اقتصادی اصلا چیزی نیست که بخواد یک مسئله جدی از رژیم آخوندی حل بکنه پس اگر این سازوکار اینطور که شما میگین چیزی نیست چرا رژیم اینقدر به اصطلاح حول شکست آمریکا بله. در رابطه با این موضوع و دور زدن تحریم ها توسط رژیم اینطور این رو در بوق و کرنا میکنه ببینید واقعیت اینه که رژیم این سیاست رو همینطور که شما میگید اخیرا خیلی در پیش گرفته در بوق و کرنا میکنه هدفش این هست که نشون بده به نیروهای خودش به اجزای این رژیم به تمام این هرم حاکمیت اینطوری وانمود بکنه که رژیم با بحران روبرو نیست با بحران مرگباری روبرو نیست و گویا که راه حل های وجود داره همین اصلا این شگردی که دارن پیش میرن این همین روحانی سخنرانی میکنه میگه اصلا تحریم ها تغییری نمیکنه تغییر ایجاد نمیکنه در وضعیت اقتصادی ما یادشون که میگن اصلا خوبم هست تازه ببینید این یک چیزی که خود روحانی تحت عنوان میگفت به من میگن گفتار درمانی فایده نداره خب باشه گفتار درمانی فایده نداره ولی امید درمانی که فایده داره که بیماری که داره میمیره بهش بگیم که نگران نباش خیلی هم مثل تو بودن خوب شدن لاغت شاید یه خورده این بیمار با این روحیه دادن ها عمرش بتونه چند سبایی بیشتر این امید درمانی که خودش میگفت این کماما در چارچوب همینه ببینید خود همین اجزاء همین باند هم حتی بهش هشدار میدن میگن که ببینید این شگرد بالاخره تا یک جایی جواب داره از یک جایی به بعد خب دیگه خراب میشه روی سر خودمون چرا چون که بحران ها واقعیه مثلا فردی به اسم نصرت الله تاجیک یه دیپلمات بازنشسته همین رژیم آخوندی است و از جزء باند همین روحانیه بله. باید بدانیم در این میان قدرت اروپا مطلق نیست میگه شما که ای تو بوق میکنید اروپا برجام اروپا این قدرتی قدرت نداره در ادامه راه گفتار درمانی مطلوب نیست و حکومت و دولت باید طرحهای اجرایی برای کشور داشته باشند ببینید خب اولا که خیلی روشنه این وسط خیلی روشنه به لحاظ اقتصادی اولا هیچ شرکت اروپایی حتی هیچ دولت اروپایی اون حاضر نیست فعالیت های اقتصادی خودش با آمریکا رو کنش ها و واکنش های خودش با آمریکا رو تجارت خودش با آمریکا رو تحت شعاع معاملاتش با رژیم آخوندی قرار بده هر چند آدم پرسود با براوه اصلا قابل قیاس نیست بله این یک عامل دو اصلا شرکت های اروپایی از دولت های اروپایی تبعیت نمی کنن مثلا تصمیمات سیاسی دولت‌های اروپایی برعکس حتی
یک مبنای اقتصادی داره، یعنی اون چیزی که منافع اقتصادی خودشون و شرکتشون ایجاد میکنن میاد ظاهر میشه در تصمیم گیری های سیاسی این کشورها. بله. نه برعکس، مثلا یک سیاستی بگیرن و بعدش بتونن شرکت ها و به اصطلاح مراجع اقتصادی رو دنبال خودشون بکشن، برعکسه. درست. حالا یه سوالی هم داشتم در رابطه با موضوع تحریم های آمریکا. بله. و بازار اقتصادی ایران و اروپا. بله. قبل از اینکه این تحریم ها اعمال بشه ما شاهد بودیم که اروپا به اصطلاح ریختن تو بازار ایران و خواستن با سرمایه گذاری مثلا در بازارهای رژیم سودی به دست بیارن اینا. بله از برجام. بله. بله در فاصله قبل از این دور آخر. بله. تحریم ها. بله. بعد از برجام، درسته. ولی دیدیم یکی یکی شرکت های بزرگ و بانک ها و هر کسی که وارد. بله. شده بود. بله. یکی یکی به طور چشمگیری عقب نشستن. علتش اصلا قول های اروپایی هم بانکی هم شرکت زیمنس، پژو، سیتروئن، همه اینا توتال. حتی توتال. حالا سوالم اینه، آیا اینکه اینها عقب نشستن، کشیدن بیرون از بازار رژیم، بله، فقط موضوع تحریم ها بود؟ ببینید خیلی نکته خوبی انگوش گذاشتید، واقعا همینطوری بود. اصلا بعد از برجام اصلا خود روحانی باید در قبقب میانداخت که بله نمیدونم روزنامه رژیم با تیترهای بقایت مفتزهی که نمیدونم چش آبی ها فرش قرمز پهن میکنیم و فلان اینا. بله. یادشون میاد هموطن واقعا چندشاور و وطن فروشانه تبلیغ میکردن که گویا بعد از برجام این و همدستانشون مماشاتچی ها و واقعا شرکت هایی و همون که گفتم مثلا طرف های اقتصادی که رژیم رو بعد از برجام یک کان طلا، یک معدن طلا، یک بازار 80 میلیونی و این چیزا رو تو تبلیغاتشون میدمیدند که الان ما شروع میکنیم. یادمون هست مثلا اگه درست به خاطرم مانده باشه نخست وزیر ایتالیا با یک هیئت بلند پایه از مدیران شرکت های بزرگ اروپایی میرفت دیدار رژیم. بله. یک همچین فضایی الان شما نگاه بکنید با وضعیت فعلی که حتی میگن شرکت های کوچکی که تبادلاتی با آمریکا نداشتند و این تحریم‌ها نمیتونست تحریم‌های ثانوی آمریکا به اینا ضربه بزنه، حتی اونا هم از رژیم میکشن بیرون، از ایران میرن خارج میشن. آیا واقعا همه اینها به خاطر تحریم‌ها بوده؟ آیا عدم موفقیت رژیم در این تجارت و این سرمایه جذب سرمایه گذاری خارجی چیز جدیدیه که مثلا بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد اینطوری بوده؟ آیا فرصت هایی که رژیم به لحاظ اقتصادی داشت، خود رژیم هم داشت بعد از برجام و از دست داد، خب تحریما که عرض کردم ترامپ در 18 اردیبهشت اعلام کرد که از خارج میشه. بله. قبلش که خارج نشده بود. نخه. حتی قبلش هنوز دودلی بود در عرصه جهانی. قبلش ماکرون به واشنگتن سفر میکرد که امید میدادن که بمونه آمریکا در برجام. خب ولی چرا؟ واقعیتش اینه که تحریم‌ها نقش اساسی داشتن در این واقع، در این خارج شدن این شرکت‌های اروپایی، در اینکه اون معدن طلا یک دفعه تبدیل شد به یک کابوس وحشتی و به این روز دوچار شد. ولی فقط این نبود. ببینید خود ساختار قارت و چپاولی که رژیم آخوندی بنا کرده، اون چنبره ای که پاسداران و این بنیادهای غارتگر بر اقتصاد ایران زدند، این دزدی و چپاول و اختلاس و این باندهای مافیایی که هر کدوم به قسمتی از اقتصاد اینا چنگ زدن، اینها یک واقعیتیه که خود شرکت‌های اروپایی به محض ورود با اندکی کار در ایران متوجه شدن و میگفتن ما اصلا برای هر کاری که میخوایم بکنیم با انبوهی از دوائر و نهادهای مختلف روبرو هستیم که اصلا کار رو مشکل میکنن. بله. پس بنابراین خیر، ببینید این رژیم حتی اگر آمریکا هم از برجام خارج نمیشد، چنین سرنوشتی برای همه طرفهای خارجی که میخواستن سرمایه گذاری بکنن در ایران متصور بود. حتی من خوندم که تحلیلگران اقتصادی الان دارن این بنیادهای ریسک پذیری رو که برآورد میکنن چه ریسکی داره رو
مورد انتقاد قرار میدن که شما چرا، نه فقط چون چرا همچین چیزی رو پیش بینی نکرده بودید، و وقتی اونا پاسخ میدن که خب ما نمیدونستیم آمریکا از برجام خارج میشه که بخوام این ریسک رو پیش بینی بکنیم، اونا جواب میدن که نه منظورمون خروج آمریکا از برجام نیست، اینو نمیتونستید پیش بینی کنید، ولی این وضعیت اقتصادی رو که میتونستید ببینید و عیان بود، چرا همچین ریسکی رو برآورد نکردید، و انتقاد میکنن. پس ببینید خیر، واقعیتش اینه که این سیستم قارت و چپاول آزمایش خودش رو هم در برابر مردم ایران پس داده و مردم ایران رو به اونجایی رسونده که میگن دیگه تمام ماجرا، و هم حالا در عرصه بین‌المللی داره خودش رو نشون میده. بله، خیلی متشکرم از توضیحاتی که بر ما در این گفتگو دادید. خواهش میکنم. دوستان عزیز بیننده، گفتگوی امروز ما رو با خسرو شکراللهی دیدید. با این امید که برنامه‌مون مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه، تا برنامه بعد از همتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.